محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو به ما پیوسته. این تصاویری که امشب از ایران داره مخابره میشه از اون تصاویریه که هر رهبری در دنیا، هر دیکتاتوری که از تلویزیون خونش نگاه بکنه احتمالاً نگران میشه. قطعا شدت هم نگران میشه. بله قطعا نگران میشه. والا چیزایی که من شنیدم نیست که آقای خامنه‌ای خیلی حالش بده، یعنی البته حالا حالام نیست، بیماری افسردگی از جوونیش هم داشته و معمولا هم اینجوری میشه شبا خوابش نمیبره و به زور یک کیلو قرص مثلا 400 میخوابوننش، بردنش هم پشت سد لاتیان تو پاستورم نیست. ولی شنیدم هم خودش یه لپتاپ داره، یه چیز داره، تبلت داره، نگاه میکنه، امیدوارم ببینه این صحنه‌ای که شما پخش میکنین و جای دیگه. ولی به هر حال این برای هر دیکتاتوری ترسناکه و سرنوشت قذافی رو میاره جلوی چشمش. دیگه به جای رسیده که راه بازگشتی نداره. نه اگه عقل داشته باشه در واقع هنوز هم اگر به دست خودش استعفا بده بره. منظورم اعتراضات هست. اعتراضات، من هنوز تو فضای خامنه‌ای بودم. اعتراضات والا ببینید انقلاب ها همین جوری هن. تجربه، یعنی تاریخ انقلاب ها هم همین جوره. ناگهان امروز خب میبینید یک مرتبه وارد یه فضای جدید شد به لحاظ وسعت، جمعیت، گستره شعار. چه اتفاقی میفته واقعا؟ به خصوص که غیر متمرکز رهبری هم نداره. ما هم مثلا صبح میایم تو اتاق خبر آروم آروم تصویرها رو نگاه میکنیم، اینترنت هم به شدت کنده به سخته میاد، یه روزی نمیدونیم چه، یهو یه روزی مثل امروز میبینیم جمعیت بی سابقه میان تو خیابون. ببینید دو تا نکته اساسی هست. یکی این که مردم، بچه های فعال میدان، من بهشون میگم جنرال های خیابون، تک توکشون هم میشناسن، بسیار بچه های باهوش هستن، چند تون فارغ التحصیل مدرسه تیزهوشان، بهترین دانشگاه فارغ التحصیل شدن. اینها تاکتیک پارتیزانی رو در مبارزات خیلی خوب یاد گرفتن و بذارید شاعرانه ترش بگم مثل موج دریا میمونن. وقتی اون طرف خیلی به اصطلاح سر دم میشینه با حمله میکنه، یه خود میرن عقب میدون میدن، خسته که میشه او وقت شدیدتری موجو برمیگردن. همین اتفاقی که تو این بعد از اینکه اون به قول بچه ها به جای فرمانده میگن درمانده، سلامی اومد گفتش که آی بگیرم میبندم اینا و بلنگو بردن تو ایک. یه خود نشتن آقا ارگانیک هم هست، مثلا تظاهرات بیرون از کشور رو بالاخره پوستر داره، تبلیغات داره، جای مختلف آگهی میدن، تظاهرات حکومتی رو رسانه‌های حکومتی اکثره میگن. ولی این دومی چجوری میشه؟ این نکته دومی است که میخوام بگم. یه کتاب خیلی خوبی داره خانم مارگارت هلن با یه گروهی نوشته به نام Political Turbulence، تندباد سیاسی. بحث کرده راجع به اینکه شبکه‌های اجتماعی چیکار میکنن. این در واقع انقلاب قرن 21ه. این شبکه‌های اجتماعیه که به سرعت هماهنگ میکنه همه رو. و من یه سندی رو دیدم وزارت اطلاعات تحلیل کرده بود که روزانه ناچار اینا خوب کنترل میکنن 10,000 خبر رو آنالیز کنن که خودش میگه تازه 1/5 یک ششم اخباریست که تو مردم میچرخه و ما نصف نیرومون رو گذاشتیم اینا رو آنالیز کنن، بازم به گرده پشت. بنابراین این بچه ها اگه میبینید بچه های قرن 21 هن و اهل به صلاح عهد شبکه های اجتماعی هن، راحت با هم ارتباط میگیرن. بعد نقش تلویزیون و ماهواره‌ای مثل ایران انترنشنال هم شما دست کم نگیرید، میاد برمیگرده. همین امروز وقتی کرج میزان توجهی که به ما دارن، نمیخوام تبلیغ خودمون رو بکنم، ولی میزان توجهی که دارن میکنن هر روز کانالای سپاه پاسداران، کانالای وابسته به خامنه‌ای، تلویزیون حکومتی یک سر وقتی از ما حرف میزنن، نشون میده که گمان میکنن که تاثیرگذاره دیگه. و یه جایشون درد اومده که اینجور جیغ و داد میکنن. بله کاملا، یعنی حتی تا آستانه جنگ هم رفتن و جا زدن برگشتن. ببینید به هر حال این تاکتیک پارتیزانی، جنگ و گریز، عقب رفتن، جلو اومدن و قدرت شبکه‌های اجتماعی که حکومت هم برعکس سال 2019 نمیتونه اینترنت کلا ببنده، برای اینکه 8 میلیون آدم بهش وصلن، بیزنسش ناچار روزا واسه از اول بعد اینترنت رو کلا قطع میکنن. شما گروه خونی جمهوری اسلامی خیلی سازگار نیست. خب آخر رفته لای دست و پای حکومت، روزا به هم دلیل فیلم و اینا بهتر میاد، برای اینکه خودشون هم استفاده میکنن و بعدم بسیاری تجارت ها و کسب و کارا رفته با اینترنت، بنابراین هی ناچار شلو سفت کنه و از همین فضاها بچه‌ها استفاده میکنن به سرعت. بعد من یه شبکه مثلا مثل تلگرام یه جوری هم هست که فیلترم نمیتونم بکنم توش، یه کاری کردم پروکسی هایی که اینیست که به سرعت هارمونایز میشن. ضمن این که دست کم پاره از این جنرال های خیابان با هم ارتباط هم دارن و
همدیگر رو مطلع هم میکنن خارج از شبکه اجتماعی. نمیخوام خیلی جمله حماسی بگم، ولی واقعا یک چیزی که جلب توجه میکنه میزان شجاعتی هم هستش که این بچه ها دارن نشون میدن. شوخی نیست، یعنی تظاهرات مثلا میگم در ونزوئلا هم اون هزینه ای رو نداره که شما در کرج و تهران میرید بیرون. در هیچ جای دنیا الان حکومتی به نظر من به خشونت بیرحمی جمهوری اسلامی نیست و یکی از خشنترین، پیچیده ترین و آماده ترین ماشین های سرکوب رو این جوان ها جلوش ایستادن. و این اتفاقایی هم که ما میبینیم، ببینید از 47 اینا شروع میشه در عراق و خون پاک این بچه هاییست که گلایی که پرپر شدن و میجوشه میاد بالا. یک مرتبه میبینید اینطوری، یه صبح پنجشنبه با میبینید ترکید مملکت. این شجاعت، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، دنیا واقعا کلاهش رو به احترام برداشته. من سیاستمدار سلبریتی آدمی ندیدم راجع به انقلاب ایران حرف بزنه اولین جملهش این نباشه که احترام بذاره به شجاعت دختران و پسران در ایران. ممنونم از شما. محسن سازگارا، عضو شورای مدیریت گذار، اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی.